و این جانستانی ها فاجعه دیگر توسط صهیونیست ها قلب بیت المقدس را به درد آورد. جمهوری اسلامی ایران نمیتواند در برابر این جنایت ها سکوت اختیار کند و امروز بهترین راه برای مسدود کردن راه خشونت و ترور چه در شمایل صهیونیستی و چه در تصویر داعشی آن تقویت همکاری های منطقه‌ای با کشورهای مسئولیت پذیر با هدف بازگرداندن صلح و آرامش پایدار به ملت‌های همسایه و مایوس کردن تروریست‌ها از دستیابی به اهدافشان و خشکاندن ریشه‌های افراطی‌گری از افغانستان تا یمن و فلسطین اشغالی است. این ترورها و خشونت‌ورزی‌ها آن هم در چنین روزهای مبارکی نه تنها ما را ناامید نمی‌کند، بلکه بر همت ما در شتاب دادن به روندهای صلح‌آمیز، پایان دادن به اختلافات و تعمیق گفتگو با همسایگان و مقابله بی امان با تفرق افکنی و ظلم صهیونیستی و خشونت و ترور داعشی ها می افزاید. امیدواریم که به زودی با ثمر بخشی این تلاش های دست جمعی روزهای بهتری را برای همه کشورهای منطقه و همسایه شاهد باشیم.